پاکستان از علا خواست تا سهمیه ویزای رایگان زائران اربعین حسینی را افزایش دهد. توجه شما را به گزارش همکارم در این رابطه جلب می نمایم. در دیدار محسن نقوی وزیر کشور پاکستان و حمید عباس لفته سفیر عراق در اسلام آباد، پاکستان از عراق خواست تا سهمیه ویزای رایگان اختصاص داده شده به زائران اربعین حسینی را افزایش دهد. در این نشست شودری سالک حسین وزیر کار و امور پاکستانی های خارج از کشور نیز حضور داشت. دو طرف در مورد چالش های پیش روی زائران پاکستانی در رابطه با اخذ ویزای ورود به عراق در ایام محرم و سفر و از جمله مشکلات مربوط به سفرهای غیرقانونی و آژانس های مسافرتی بدون مجوز گفتگو کردند. نقوی از دولت عراق خواست تا ویزای اربعین را به صورت رایگان صادر کرده و سهمیه آن را برای شهروندان پاکستانی افزایش دهد. وزیر پاکستان تأکید کرد که دولت کشورش به دنبال تسهیل سفر اتباع خود به عراق و به ویژه در ماه‌های محرم و سفر است و حساب ویژه‌ای نسبت به مساعدت طرف عراقی برای تسهیل روند صدور ویزا باز کرده است. وی همچنین درخواست کرد که پاسپورت زائران پاکستانی هنگام ورود به عراق گرفته نشود تا در هنگام بازگشت دچار مشکل مفقودی نشوند. سفیر عراق نیز به نوبه خود تأکید کرد که متخلفین با تدابیر سختگیرانه مواجه خواهند شد و اجازه ندارند به بهانه صدور ویزا یا مشکلات اداری هزینه های گزافی را برای زائران اعمال کنند. این درخواست گام مهمی برای تسهیل بازدید شهروندان پاکستانی از عتبات عالیات در عراق است و نشان دهنده همکاری دو کشور در رسیدگی به مشکلات و چالش‌های مشترک و تضمین سفری راحت و ایمن برای زائران حسینی است. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای افضل رضا کارشناس مسائل پاکستان، هندوستان و افغانستان از شهر مقدس کربلا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای افضل رضا، در رابطه با موضوع تقاضای پاکستان از عراق برای افزایش سهمیه ویزای رایگان زائران اربعین، اگر توضیحاتی لازم می‌بینید لطفاً برای بینندگان گرامی بیان بفرمایید. بله، ممنونم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما استاد بزرگوار و همچنین بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام. اونچنان که پیش بینی میشد، دولت پاکستان مانند هر سال دچار چالش های در خصوص روانسازی سفرهای زیارتی اتباع خودش در ایام محرم و اربعین حسینی به عراق بوده و اونچنان که پیش بینی میشد دوباره روند مذاکرات نزدیک میان دولت مردان پاکستان و عراق آغاز شده. وزیر کشور پاکستان آقای نقوی که خودش متعلق به جامعه شیعیان این کشور هست، مشتاق تمایل جدی نسبت به همکاری پایاپای با دولت محترم عراق داره و رایزنی روز گذشته ایشون با سفیر محترم عراق نیز نشان دهنده گشایش هایی هستش که امکانن تا روزها و هفته های آینده مشاهده خواهیم بود. البته دولت محترم عراق نیز قوانین را وضع کرده که جلوی تعدد غیرقانونی و یا سوء استفاده از روادیدی که برای زوار محترم پاکستانی صادر میشه را جلوی اونا رو بگیره. هر سال تعداد زائران پاکستانی به سمت عراق رو اعلام میکنن که باید 50,000 یا 60,000 باشه به خاطر محدودیت های سفر، ولی دولت عراق در هفته های پایانی ماه محرم و اوایل ماه سفر با مساعدتی که نسبت به زبار پاکستانی داشته تعداد میبره بالا و پیش بینی میشه امسال تعداد زبار پاکستانی از 50,000 بیشتر بشه. اما یک چالش جدیدی که پیش روی زبار پاکستانی هستش اینه که طرف ایرانی تردد زبار پاکستانی از مبدأ این کشور به سمت عراق از طریق ایران رو مشروط کرده به همراه داشتن اتوبوس‌های خودشون. یعنی تمام کاروان‌های زیارتی پاکستان باید اتوبوس‌های خودشون رو بیارن وارد ایران بشن. این یک چالش عمده‌ای واسه
زبار پاکستانی شده و گفته میشه که تا زمانی که روادید عراق حاصل نشه و کاروانهای زیارتی مدارک دال بر داشتن اتوبوس‌های پاکستانی رو به سفارت و یا سرکنسولگری‌های ایران در کشور پاکستان ارائه ندهند، خبری از صدور ویزا و حتی روادید دوبار ورود برای زبار پاکستانی عازم عراق نیست. و به نظرم این واقعا یک چالشی هستش که اگر دولت عراق نیز مساعدت بکنه، روادید رایگان بشه، سهمی هم دو برابر بشه، چالش عمده پیش روی زبار اینه که دولت ایران امکان تأمین زیرساخت حمل و نقل برای زبار عزیز پاکستانی نیست و این سفر این بندگان خدا رو به حالت، یعنی در این صورت معلق گذاشته. بسیار پریشان حال هستن در این صورت. سپاس از شما افضل رضا، کارشناس مسائل پاکستان، هندوستان و افغانستان از شهر مقدس کربلا.